گوهری در دل دارد تا اون گوهر هست، توجه کنید، صلاحیت بهش رفتن دارد. سلام. سلام. بلیت برگشت سوهانی خانمش واسه فردا. دستوری نداری؟ به کسی که اونجا مراقبشون هم هست بگو برگرده. برمیگرده. این سوهانی رو کنترل کنید ببینیم چی میشه، با کیا ارتباط میگیره. فعلا. باشه، خدافظ. شدائده ها تعبیر رو ببین، بعد اینجا شد پاک، شد با بلاها رضایان، مصیبت ها ناراحتی های سن، نشد هنگام مرد وقتی من بحث کردم، نشد در چی عالم برزم، نشد جهنم هم میرد تا میرسه اونجایی که ما نجاتشون میدیم با همون حبی که نسبت به ما داشتن. دو ایکس منفی سه مساوی با منفی نو. چند شد؟ نزن یه دقیقه اینجا رو نگاه. آها، دو ایکس به اضافه تا دو ایکس به اضافه هفت مساوی با یک. اینو بنویس. تا انتقام بخشش. آها، بارکلا. خب درشت ریز نه خیر کوچک. حالا ریز و کوچک چه فرقی داره دیگه؟ تا باید بگیم تاها مرغتو سرخ کنم امامان. آره سس قرمز هم بشو بزن. برای اینکه سوی تفاهم حل بشه خودت باید پاپیش بذاری. حالا ما اومدیم هر روزه که دوچار سیر تفاهم شد، من باید کار زندگیمو ول بکنم را بیفتم همینجوری حسن تفاهم ایجاد بکنم. مگه حامد مهتاب غریبه؟ حالا میگه من چیکار کنم؟ من میگم برو با فراد حرف بزن، یه جوری خودت رفع رو جوش کن. بی ادب. ای این چه طرز حرف زدنه؟ بابا دارم با تاها صحبت میکنم. بی ادب. با همه ترس شدم. خب میگم راستی ساعت را میخوای فرهاد مینا رو دعوت کنم خونه؟ اصلا یه مدت اسم این پسره رو جلو من نگار. چرا؟ نکن بابا. همین الان هم زیادی میدید دیگه، نمیتونم بگم. اگه چیزی شده به من بگه دیگه. هم نمیتونم بگم دیگه. بفهمید؟ آقای حسینی، ما تونستیم با جناب تو که خیلی از تو سبت و سخت تر بود و بیاریم سمت خودمون. مطمئن باش تو رو هم میاریم. آفرین به شما. نیایی به زور میاریمت. آبری که این سالها قاشق قاشق جمع کردی سطل سطل از بین میره. کافیه یه خبر تو اینترنت پخش کنیم. پس معطل نکن. گاهی وقتا دوروبری ها یه کارایی میکنن که آدم روحش هم خبر نداره. کی بود؟ کشی. نمیخوای بهم بگی این داستان فرهاد چیه؟ شبه خیر. نازنین شما تا حالا حرف سست از من شنیدین آقای مهندس؟ پس خاطرتون جمع باشه، رأی دادگاه قطعا به نفع ماست. نه خیر، وکیلش کاری نمیتونه بکنه، خاطرتون جمع. خداحافظ. اون دو تا رفیق بودن که گفتم یکیشون سر اون یکی رو کلا گذاشته، رفتم تاتوشو درآوردم. خب دست جفتشون ماستیه، ناجور گند کارن، هر کاری بگی کردن، اختلاس، رشوه، زد و بند، ساخت و ساز غیر مجاز. اوه موکل تو هم این یکی از اون بدتر، اون یکی هم از این بدتر. به هر حال 1040 میلیارد پولی نیست که آدمای اینجوری به سادگی ازش بگذرن. عرض کردم که کار تموم شده و به نفع موکل من رأی دادن. فقط کارتون رو بفرمایید، من عجله دارم باید برم. سند خونه نیاوران. آوردیش؟ آخ، حواس ندارم که. اون موقع که شما تماس گرفتید من دفتر بودم، سند خونه است. باید بفروشمش. الان؟ شباویز دو روز دیگه بمونه اون تو، پته همه رو میرزه رو آب. تو هم که کاری نکردی عزیزم. من این بازپرسه رو میارم تو راه، شباویز و پروندرم یه جا دستش میکشم بیرون. تو کار خودتو بکن، منم کاریو که فکر میکنم از نظر خودم درسته انجام میدم. یا خودت بفروش یا من میدم خانم شیرزاد کاراشو بکنه. پس سوهانی و زنش چی؟ میگم دکوراسیون آپارتمانشون کار داره، یکی دو ما طول میکشه تا اون موقع هم تکلیف ما معلوم میشه. اون آپارتمان حیفه،
نفروشینش، بذارید بمونه. توقیفش کنن حیف نیست؟ باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته. فرق آدم با تجربه و بی تجربه همینجا مشخص میشه. فکر میکنید من برای چی آدم برای این که صبرت زیاده، من باید اینو بفروشم. شما این همه ملک و املاک دارین. خب همه رو گذاشتم برای فروش. دلارش کن بده من. شما این همه مال و اموال دارید، بذارید این به اسم من بمونه. یعنی چی؟ به چه مناسبت؟ آخه اونجا اصلا به اسم شما نیست که بخوان توقیفش کنن. ببینید شما اگه به خنسی خوردید از ایران برید، قیمت ها که کشید بالا من میفروشمش، براتون حواله میکنم. من نمیفهمم، برای گرفتن مال و اموال خودم باید بیافتم به پات التماست کنم؟ حالا که اینطور شد برو خونه سند رو بفرست بیاد. من اون آپارتمان رو فروختم، یه مشتری خوب اومد، 20% بالاتر دادم رفت. و چی داری بازی در میاری؟ خب اینو از اول بگو، پولش رو حسابته؟ نه خیر. این چه با کجاست؟ اونو انداختمش توی کسب و کاری، الان کف قیمته، بعد اگه بکشمش بیرون ضرر میکنم. نمیشه. خواهش میکنم با من اینجوری برخورد نکنید. پولتونو که نمیخوام بخورم. فقط به این فکر کنید که از نظر قانونی دستتون به هیچ جایی بر نیست. پس بی خودی نه با روان خودتون بازی کنید نه با روان من. تلفن. بله. ببخشید آقای امانی، آقای سلطانی اومدن. میخواستم باهاتون صحبت کنم. رویت. چشم. سلام. سلام آقا. نمیشه بهش نزدیک شد. یعنی چی؟ تحت نظره، واسه همین هم آزادش کردم. کی؟ جمشید. اوه، بالاخره باید بفهمیم ازش چی پرسیدن چی جواب داده. چی بگم؟ حالا برو. با اجازه. این جمشید آدم خطرناکیه، قطعاً دردسر میشه. چیزی که مهمه اینه که اونا الان امید دارن با این جمشید به یه سرنخی برسن. اگه نرسن دوباره بازداشتش میکنن. اون وقته که خر بیار و باقالی بار کن. رو هوا نمیگم، اما تجربهشو داشتم که میگم. آقای امانی، به نظر من فعلا شما از فکر این آپارتمان نیاوران بیا بیرون. من که نمیخوام پول تو رو ندم، میدم، منتا یه خورده دیرتر. عوضش جمشید رو بسپار به خودم، برات حلش میکنم. خوبه؟ یه قهوه نمیخوای بدیم ما بخوریم؟ با اجازتون ما رفتیم. بهترین هتل‌ها و بهترین رستوران‌ها، جای توریستی تو فنلان نمون که نرفته باشم. ملاقات مشکوکی نداشتم؟ از روزی که شما دستور دادی تحت نظر باشن نه، به گشت و گذار بودم.
حالا ضرری نداره، دستور میدم ضد جاسوسی روش کار کنه. نوید اونجوری که اردلان تعریف میکنه چند صد میلیون فقط هزینه همین یه سفرشون بوده. یه کارمند یا مدیر ارشد چطوری میتونه همچین سفری بره؟ اونم سالی چند بار؟ تحلیل چیه؟ هیچ کدوم از هزینه‌های سفر نه از حساب خودش پرداخت شده، نه شادمان نه خانم اولش. شرکت تلاشگران عزم تاخت، همون شرکتی که اسمش پای چکای همین خانم بازیگر بود، سمیرا موحد. سمیرا موحد کاراشونو که انجام میداده؟ هماهنگی ها نمیدونم، باید از طریق سفارت و آژانس هواپیمایی در بیارن. خوشبینانش اینه که این بریز و بپاش و سفرها نقطه ضعفش بوده، از این طریق خریدنش. آقای پیوسته، فروزان میخواد فردا از حساب دبی برداشت کنه، اگه ممکنه بسپارین همین امروز حواله بشه. چی؟ نه، فرقی نمیکنه. باش، ممنونم. خانم شادمان، خیلی چه حالی شما دارین؟ باور کنین اصلا قضیه اونجوری که شما فکر میکنین نیست. چرا به من دروغ گفتین؟ چرا گفتین شب آویز رفته سفر؟ برای اینکه پیشبینی میکردم به هم بریزین. میدونین اگه دکتر بفهمه شب آویز تمام این مدت بازداشت بوده چه حالی میشه؟ به دکتر چه ربطی داره؟ به دکتر چه ربطی داره؟ اگه دوباره بیان سراغش چی؟ شما با من طرفین، هم شما هم دکتر. مگه کلن شما چند بار شب آویز رو دیدین؟ آقای امانی، آقای امانی، سند و مدرک علیه شباویز یعنی سند و مدرک علیه جناب عالی، سند و مدرک علیه جناب عالی یعنی سند و مدرک علیه ما، متوجه این؟ اولا اگه اونا سند و مدرک علیه ما داشتن تا الان اومده بودن هممون رو بازداشت کرده بودن، پس دستشون خالیه. ثانیا وقتی سعادت شد بازپرس پرونده صندوق، مگه اتفاقی افتاد؟ هر کسی قیمتی داره، همین امروز فردا قیمت این بازپرس صدر حسینی هم در میاد، یا قیمتش یا نقطه ضعفش. حالا اگه خود شباویز دهم وا کرد چی؟ من و سعید 20 ساله با هم دیگه رفیقیم، من زیر و بمشو خوب میشناسم، مگه عقلش کم شده که اطلاعات بده؟ اگه پاش گیر باشه برای زندان ببرن؟ سعید خوب میدونه که اگه دهنش بسته بمونه نهایتاً 3-4 سال بعد که از زندان بیاد بیرون بازم هواشو داریم. داییش میارتش بیرون. مگه میشه خواهرزاده یه نماینده مجلس تو زندان بمونه؟ مطمئن باشی؟ مطمئن نیستم، کاریشم نمیشه که. حلش میکنم. راستی فیلم محمود خوب میفروشه، خودشم بیگیر فروشه، خوبه. بهش بگو اگه متن آماده، طرح، ایده، قصه چیزی داره برای فیلم بعدیش بیاد بشنه، با هم دیگه جلسه بذاریم، گپ بزنیم. اصلا حوصله ندارم امانی، باشه برای بعد. من به دکتر چیزی نمیگم، خودت در جریانش بذار، چون اگه بعدم بفهمه همچین چیزی رو ازش پنهون کردیم خیلی دلخور میشه. مسلم قرداشم، تو باید تکلیفت بدانی. چیکارش کنم؟ دوستش دارم، اونم منو دوست داره، ولی نمیدونم چرا بر نمیگرده سر خونه زندگیش. آخه سر چی جمع کرده رفته خانه باباش؟ نمیدونم. آیا من باروات دارن؟ نه، آدم نمیدانه با این زنا تکلیفشون چیه. خوبن ها یهو بد بشن، بدن یهو خوب بشن. زن من خیلی خوبه، اینجوری که میگی نیست. آقا مسلم، میخوای من واسطه بشم برم با
باهاش حرف بزنم. منم در حقش بد کردم، نتونستم اون زندگی رو که لایقش بود براش بسازم. آه مسلم، تو زورت زدی، تلاشت کردی، نشده. ها؟ این دیگه قصه خوردن نداره که. اصلا زدی یا نه؟ هر کاری میتونستم کردم ولی نشد. خب اگه نشده حتما یه حکمتی داره. تو زورت زدی، شاید توقع زنت زیاد بوده، شاید هم توقع بچه‌هات زیاد بوده، نشده. نمیدونم. ببین اگه بگی خونه باباش کجاست، میرم وساطت میکنم، همراه زنم میرم. اون استاد جوش دادن جوانها به همه. شما هم که ماشاءالله جوان قدیمی هستی. حالا اگه نشد بهت میگم، یه نفره میفرستی این شوفاژ نگاه کنه؟ سرده. چشم، شما تشریف برید بالا، الان سلام هم میفرستم بیاد نگاه کن. دست درد نکنه. قربانم سنه. این خونه دکتر سوهانی کجاست؟ خونه زن اولش یوسف آباده. ماشینت کجاست؟ با جلو تره. خونه زن دومش هم توانیر. اولی یوسف آباد به اسم خودشه، توانیر هم به اسم زن دومش. آب حواست باشه، اومد بیرون داره میاد سمتتون. جان من، قربون اون شکل ماهت، دکتر گفته باید 24 استراحت.
بله. سلام آقای پیوسته امانیم. برادر میخواستم بدونم پول اومد به حسابت؟ آره امروز صبح اومد. خب میرسی فردا حواله دلاریشو برام بزنی؟ خیالت راحت، انجام شد به همین شماره پیامک میزنم. نه پیامک نده، زنگ بزن. ترزم تو این 10-12 روزه دوباره برای حواله دارم، فقط باید سریع انجام شه. اگه نمیرسی بگو بدم صرافی دی. پول بیاد تو حسابم، سریع حواله رو زدم. ممنونم. سلام جناب حسینی، زندیه هستم. سلام سرگفت. هدایت رو پیدا کردیم. کجا؟ توی یکی از بیمارستانهای ربات کریمه، سکته کرده. ای بابا، حالش چطوره؟ شکر خدا روبه راهه، رد کرده. بیاریمش تهران؟ ببین اول مطمئن بشید حالش خوبه، بعد منتقلش کنید. چشم. مطمئنه مطمئنه، نصف اونی میبرش ندارید بیارید، بعد چه میدونم یه اتفاقی براش میگفتن وقت شهر میشه. چشم. زنده باشی، فعلا سر گفت. خداحافظ. سلام استاد. سلام چطوری؟ چه خبر؟ سلام. حالش خوبه؟ متاسفانه فوت کردش. ای بابا. خدا رحمتش کنه. دکترها سعی کردن احیاش کنن، اونطا تصادفش انقدر شدید بوده نتونسته دووم بیاره. این کسی که باش تصادف کرده شناسایی شد؟ شماره پلاکشو فرستادم مسابقه حاجی. ماشین دزدی بوده. بنده خدا عجب سرنوشتی داشته. میکاش حداقل نگهش میداشتیم. من میدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته. اونو نگه میداشتیم، خانومش راهی بیمارستان میشد. الان چطوری باید به اونا خبر بدیم؟ چه بگم؟ با دخترش تماس بگیر، بگو مدیریت کنه یه جورایی، فعلا مادرش چیزی نفهمه دیگه. چشم. تو تعقیب مراقبت که بودم دیدم رابطش با همسرش چه شکلیه. این زن و شوهرهای جوون بود مصادقه هم دیگه میرفتن. باورم نمیشه این جماعت به خاطر پول اینجوری بخوان خون بریزن. آقا صدرا باید همشون رو بگیریم. سند و مدرک داریم کاری کی بوده آجی دو. شاید مربوط به ماجرای دیگه بوده. چی بگم؟ برو به دخترش زنگ بزن. چشم. این یکی مطمئن باش به سود میرسه، قشنگ حساب کتابشو کرده. ببر میخوانیم، تحویل بگیر. نگفتم ماجرای عوض کردن خونه کشکه، علکیه؟ بیا. علکی نیست، منتفیش کردم. آها، منتفیش کردی؟ من که باور کردم، مامانه رو نمیدونم. الان من باید چی کار بکنم؟ کاری نباید بکنیم، شما جواب یه سوال منو بده. بفرمایید. شما از رستوران داری چی میدونی؟ اینو بگو. با شما داره صحبت میکنه آرمان، جواب بده دیگه. آرمان، کاش آرمان اینجا بود، درباره کارش باش حرف میزدیم. اقلا اینجا فهمیدی من چی برتدم؟ وقتی شما مدام حرف خودتو میزنی اصلا گوش نمیدی من چی میگم. من بعد چی بعد جواب شما رو بدم؟ قربونت برم، ما اینجا نشستیم حرفای تو رو گوش بدیم دیگه. بگو. ببرمیم ما سرابا گوشیم. رستوران نیست و فسفوده. اصلا کلن حساب کتاب رستوران با فسفود فرق میکنه. من تحقیق کردم که دارم میگم. یه آقایی رو میشناسم که خودش اصلا خبره این کاره، طرف سه تا فسفودی داشت. چه خوب. بح، چه سابقه درخشانی. بله، سه تا فسفودی داشته، تعطیل شده، اومده سراغ چهارمیش، آویزون جنابالی شده. درسته؟ شریکاش ناجور بوده. شریکاش ناجور بوده؟ یه دونش ناجور بوده، دو تاش ناجور بوده، سه تاش ناجور بوده، چهارمی شمایی که باید ناجور در بیای. میفهمی؟ رضا یه آقا منوچهر بود، با یکی دعوا شده بود، بلند شد رفتن کلانتری. رئیس کلانتری حق داد با آقا منوچهر، بعد یه مدت دوباره با یکی دیگه دعوا شد، بلند شد رفتن کلانتری.
دوباره رئیس کندری حق و با آقای منوچهر داد، باز رفت تا یه ماه دیگه دوباره با یکی دعوا شد، رفتن کلاسه. آقای رئیس کندری گفت ببین آقا منوچهر، خودت هم یه چیزی میشه ها، نمیشه که آدم همش با آدمو دعوا کنه که. حالا یه خاطر رفیق ایشونه، حالا ایشون که میخواد بیاد با شما شریک بشه چقدر میخواد پول برداره بیاره؟ پول از من کار ازم. به به دیگه باقلبا، پول از ایشونه کار از ایشون، برای همینه که سبار شکست خورده چون پول نذاشته. ببخشیدا این آقا هیچی از کار آزاد نمیدونه، یه اون کارمن بوده. اصلا مناسبت کار آزادو میدونه؟ اصلا مناسبت کار آزادو میدونه من بخوام به این جواب پس بدم؟ من چرا باید به ایشون جواب پس بدم؟ نه ایده بخوام بزن بگه درست میگه. من 40 سال تو این مملکت کارمن بودم، از کار آزادم سرشه ندارم. بخوام شما سوال بکنم، شما از کار آزاد چی میدونی؟ شما چی کاره بودی؟ تحصیلاتت چقدره؟ چقدر تجربه داری؟ چی کارا کردی؟ با کیا هشت و نشت داشتی؟ مردم رو میشناسی؟ چند سالته کلن؟ بعد کار آزاد میفهمی چیه؟ هر دفعه من خواستم یه کاری بکنم این آقا بامبول در آورد. از این بعد من خودم صلاح خودم رو میدونم که بعد چی کار بکنم. فکری نمیتونم پول جور کنم نه؟ اتفاقا بلدی پول جور کنی، برو دنبال پول، برو. با من اینجوری حرف نزن ها، دستتو بنداز. با من اینجوری حرف نزن، پسرت نیستم منو تأخیر میکنی ها. میگم دستتو بنداز، با تو امارمان. تو این خونه کسی داد نمیزنه، داد میخوای بزنی تو خیابون. بفرمی. باشه آرمان. یادت باشه من از خونش انداخت بیرون، تو هم فقط وایسادی نگاه کردی. آرمان اب نداره، یه روزی به هم دیگه میرسیم. کجا داری میری؟ آرمان میگم خانم، نمیشه روی دو سه روز قبل بذارین کلم ها خیس بخوره بلکه نفخش هم بین بره؟ دلرودان به هم ریخته. به هم ریختگی دلرودت مال کلم نیست، مال اعصابت. واسه 2000 پول یه کاری میکنی بچه تو رود واسه 2000؟ رستوران با 2000 ساخته میشه؟ همیشه لطف داشتی، من مدیونتم دکتر. پدری کردی، حمایت کردی، هم از آرمان هم از محمود. هیچ وقت نمیتونم محبتتو جبران کنم، هیچ وقت. من همیشه از کار درست حمایت میکنم. باور کن پریشب با محمود داشتم صحبت میکردیم، محمود میگفت اگه جشنواره فیلممو قبول کنه من جایزه بگیرم برم اون بالا، فقط دلم خواهد دکتر تشکر کنم. همه از ذکر خیلی معلوم نیست که فیلمش انتخاب بشه یا نشه. حالا منت چه داره سرمون میذاره؟ منت چیه محمد رضا؟ چقدر تلخ شدی. تلخ نشدم، تلخم کردم. حالا تو شریکشو میشناسی؟ خیلی سرم درد میکنه، فردا با هم حرف بزنیم. از امانی چه خبر؟ فردا با هم حرف بزنیم. نه میخوام ببینم این بازجوی تماس نگرفت حرف جدیدی بزنه. ایچی حالا بعد منزل دو تا رستوران خرج کنیم که ایشون با ما آشتی کنه. جناب بازپرس، صندوق بازنشستگی کاوش سهامدار اصلی بانک فرداست. اینو که میدونم، شما سوالی رو که ازتون پرسیدم جواب بدید. بله داشتم عرض میکردم، دست هیئت مدیره و مدیر عامل بانک زیر ساطور مدیر عامل صندوق کاوش بود. یعنی به طور واضح و مشخص شما رو مجبور میکردن کسایی رو که خودشون انتخاب کردن به عنوان رئیس شعبه یا مدیر بخشای دیگه بذارید؟ نه همه بخشا، معاونت اعتبارات براشون مهم بود و چند تا از شعبه های دیگه. دقیق توضیح بدید. برها شعبه ولیعصر از شعبه های مهم ماست. درست آقای دکتر، و صلاح نیست بیشتر از 3 ماه با سرپرست اداره بشه. آقای شکوری، با
گزینه‌های اعلامی رو یه بار دیگه بخونید. جناب آقای مهندس محمد رضا مقدسی، جناب آقای دکتر احسان شکوفخش، جناب آقای مهندس داوود زادمهر، جناب آقای فرزاد جمالپور و سرکار خانم عاطفه میرزایی. خانم نخبال، به نظر من شما رزومه‌ها رو برای اعضای هیئت مدیره بفرستین تا جلسه بعد تصمیم بگیریم. من میگم همین امروز مشخص کنیم، جلسه بعد ما به تعطیلی میخوریم. خب بفرمایید. آقای جمالپور چون از سطوح پایین اومدن بالا، برای ریاست شعبه به نظر من گزینه بسیار مناسبیه. این نظر من است. بله آقای دکتر، پس مورد توبیخی که توی پروندهشون درج شده چیه؟ بله این نکته مهمیه جناب آقای سوهانی. ببینید در کل محاسن ایشون از معایبشون بیشتره، همین برای ما کفایت میکنه. البته جناب مهندس علیپور و خانم پاشایی هم فکر کنم با بنده موافق باشن. به هر حال اعضای رسمی هیئت مدیره باید تصمیم بگیرن. جناب آقای پریزی شما موافقین؟ خیر، کسی که ازشون سابقه داره نمیتونه رئیس شعبه بشه. بله منم با نظر ایشون موافق هستم. کسی که داره سوء سابقه است برای تصدی این پست مناسب نیست جناب آقای سوهانی. سوهانی عضو رسمی هیئت مدیره نبود، اما چون سهامدار اصلی بانک بود توی تمام جلسات شرکت میکرد. جلسات رو جوری هدایت میکرد که آدمهایی که مورد نظرش هستن انتخاب بشن. امانی چی؟ اونم تو این انتصابات دخیل بود؟ جناب عطارزاده به نظرم شما نباید اونجوری مخالفت میکردین. آقای امانی لازم بود. خب در نهایت که تصمیم آخر با شماست، ولی اگه به خواستای صندوق توجه نداشته باشیم ممکنه کل دارایشون رو از بانک ما بکشن بیرون. آقای امانی من متوجه دغدغه شما هستم، اما دخالت‌های آقای سوهانی یکی دوتا نیست. خب برای کنترل این دخالت‌ها راه‌های مختلفی وجود داره. من میدونستم خیلی از این انتصابات درست نیست، توجیه منطقی نداشت، اما با دلایلی که امانی میتراشید چاره ای نبود، باید میپذیرفتم. من سابقه سوهانی رو چک کردم، پیشینش سفیده. چرا بعد از صدور ضمانت‌نامه‌ای بدون پشتوانه برای شرکت‌هایی که یه شب از زیر زمین سر در میارن حمایت میکنه؟ نمیدونم، شاید تحت فشار بوده، شاید هم منفعت مالی داشته، شاید هم فکر میکرد که واقعا این شرکت ها برای صندوق سودآوری مالی داره. الو از دیروز سلام بچه پشت سیستم، تازه تونستن تلگرام شادمان رو باز کنن. خیلی خوب، یه پینیت از تمام چتاش با امانی بگی برام بفرست. باشه. نه ببین بله خودت بیا. چشم. خدافظ. همه آدمای تاثیرگذار رو امانی به شادمان معرفی می‌کرد، اونم پیش شوهرش هواشون رو داشته دیگه. رابطه این دوتا خیلی جالبه، در عین اینکه صمیمیان با هم محترمانه رفتار میکنن. از جنس پیامو مشخصه، همیشه حریمی رو حفظ میکنن. برای اینکه هر دوشون دنبال منافعشونن. میدونن تو اینجور رابطه‌ها باید مراعات یه چیزایی بکنن. اگه سوهانی قدرت انتصاب داشت. یه عطارزاده میگفت که سوهانی آدما رو معرفی می‌کرده با نفوذش و گپ و گفتگو، بالاخره تاییدیه هیئت مدیره رو می‌گرفته. خود سوهانی هم مال و اموال قابل توجهی نداره، ولی خانم شادمان یه رستوران داره با دکوراسیون مراکشی. رزنی معامله رستوران هم نشون میده که شبابیز واسطه بوده. حاجیلو جانم چیزی نمیخوای بگی؟ چی بگم فایده نداره که. درگه الان فایده داره دیگه، تحقیقات تکمیله. اخساریه یه امان وایجز حاجیلی جان چیزی شده؟ جناب حسینی گرفتاری های زندگی مشترک رو میبینید؟ طرف با هزار امید آرزو ازدواج کرده، اون وقت زنش داره از سمت قدرتش سوء استفاده میکنه. آقا اصلا تو زن نگیر، کشتی ما رو که خدای نکرده یه زنی گیرت بیفته که ناجور باشه. آقا شرمنده ناراحتتون کردم. آها این وسواس رو تو همه کارهای زندگی داشته باشه، مثلا از این در رفته بیرون حواست باشه پات پیش نخوره، یه وقت بخوری زمین، از ساختمون هم رفته بیرون مراقب باش یه دفعه یه سنگ میفته رو سرت، یا آها از خیابون هم رد نشه، یا یه راننده ناشی یه دفعه بزنه بهت.
بله، حق با شماست. خواستگار پشتی ما. امانی با ماشین شما داخل. چه ربطی داره؟ رافکاتی که من دیدم هیچ ربطی به فیلمنامه‌ای که پول ساختنشو داده بودم نداشت. خب این که من نمیرم سر صحنه دلیل نمیشه اینا هر کاری دلشون خواست بکنن که. با منشی یه بار یه زمانی رو هماهنگ کن بیارشون اینجا دفتر من خودم توجیهشون میکنم. آره، ممنون. براتون احضاریه اومده. الو نیما. سلام، بگو. احضاریه فرستادم برام. یعنی چی؟ من چه میدونم یعنی چی؟ الان چی کار باید بکنم؟ میتونم فرار کنم. نکنی همچین حماقتیو. همه چی درست چیده شده. نه امضایی ازت هست، نه یه ریال بدهی داری. ببین من اگه همین الان برم میتونم تا شب نشده از کشور بزنم بیرون. بزنی بیرون؟ عقلت پریده؟ اون همه رابطه داریم اونجا. سیستم داریم. لگت بزنی به همشون که چی؟ آقای فروزان، اگه منو بازداشت کردن، نگهم داشتن، کشش دادن چی؟ انقدر پای آدمای گنده رو کشیدیم تو داستان که هیچ کس نمیتونه تکونت بده. ببینم تو مگه وام تسویه نشده داری؟ ابا تمام. برو پیش بازپرسه، باش یه چایی هم بخور. اتفاقا خوب شد. میتونی باگای سیستمم بفهمی. ما باگی نداریم. همه این آتیشا از گوری کفاش پیزوری بلند شد. حالا ولش کن، حتما برو، موضعت هم بالا باشه. بذار فکر نکنن ریگی به کف شده. به سلامت. در راستای اتهامی که تفهیم شدید صحبت کن. اگه بخوام جلوی امانی وایسم باید از صفر شروع کنم. تا یه هفته دیگه هر چی داری باید بفروشی. بعدش چیکار کنیم؟ بعدش دخترتون چجوری زندگی کنه؟ شما یک شرکت پیدا کنید که بدهی داشته باشه. تمام بدهی ها تسویه شده. آخرین بار کی همسرتو دیدی؟ مرضیه سماواتی. چه ربطی به این پرونده داره؟ حتی اگه تو کارت مشکلی هم داری، نه جلوی بچه‌ها اونجوری با من حرف بزنی. ببخشید آقا صدر.